در فرهنگ ایران باستان آتش نماد پاکی است و کسی که میتوانست از آتش به سلامت عبور کند نشانه پاکی و راستی او بود. یکی از کسانی که از دل آتش به سلامت بیرون آمد سیاوش بود. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. چو او را بدیدند برخاست بود، که آمد ز آتش برون شاه نو. اما این سمبل و نماد باستانی نمود و بازتاب در دنیای واقعی هم دارد. کسانی که میخواستند و میخواهند در برابر ظلم و دیکتاتوری بایستند باید از آتش ها بگذرند. آتش دشواری هایی که به واقع از شعله های آتش سوزاننده ترند و مبارزان و مقاومت کنندگان واقعی باید به قلب این آتش بزنند تا پاکی و صداقت خود را به اثبات برسانند. اگر خیلی دور نرویم، در همین سالیان اخیر مقاومت ایران با فتنه ها و سختی های سهمگینی مواجه بود که باید به کام آتش می رفت و البته با پرداخت قیمتی سنگین سالم از آن بیرون آمد. نگاهی به داستان سیاوش خالی از لطف نیست. سیاوش فرزند کیکاووس از کودکی نزد رستم پرورش یافت. بعد از ترک رستم جوان رشیدی بود در قهرمانی بیباک که برای مرز و بود ایران زمین هر کجا که نیاز بود می جنگید. در داستانهای اساطیری درباره این پهلوان آمده که پاکی و اخلاق برایش مهمتر از هر چیز دیگری بود. برای دفاع از سرزمین ایران حاضر و آماده بود و در این راه حاضر به هر جانفشانی بود. اما جنگ با دشمن این سرزمین و درست کاریش بود که او را به قهرمان تبدیل کرد. در جوانی مورد سوء ظن و اتهام قرار گرفت، اما به واقع بیگناه بود. ولی ادعای بیگناهی کافی نبود، باید از آتش می‌گذشت تا بیگناهیش اثبات شود. اگر می‌سوخت نشان آلودگیش بود، وگرنه که پاک بود. خرمنی از آتش به پا شد. سیاوش با اسب خود به آتش زد، اما سالم از آن عبور کرد. بعد از این خطرپذیری او به سرداری سپاه ایران رسید، جنگ ها کرد، دلاوری ها از خود نشان داد و شر دشمنان را از سر ایران کم می کرد. در نهایت سیاوش تبدیل به سمبل پاکی شد و نشان داد که راه اثبات پاک بودن هموار سخت است و بهایی سنگین طلب می کند. این داستان به صورت اسطوره‌ای بیان شده، اما در دنیای واقعی هم مبارزه با ظلم و بیداد پیچیدگی ها و سختی هایی دارد که برای پیش برد آن باید به قلب آتش رفت و اخگرهای آن را به جان خرید. اگر هر نیروی قادر باشد چنین خطرپذیری داشته باشد، بدون شک در فراسوی پیروزی فرو خواهد آمد.